از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر آمده. خانم عبادی عزیز، از طرف کمیسر عالی حقوق بشر خانم پیلای که در حال حاضر در ژنو نیستند، از شما به خاطر نامه 20 دسامبر به اطلاع رسانی در مورد وضعیت خانم ستوده تشکر می شود. همانطور که می دانید در 23 نوامبر 2010 کمیسار عالی بیانیه‌ای در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر و وکلا در ایران منتشر کردند که بخشی از این نامه به طور مشخص در مورد خانم ستوده بود. ما گفتگوی مستقیممان را با مقام‌های ایرانی ادامه می‌دهیم. نشست حقوقی که در اول و دوم دسامبر از طریق کمیساریای عالی حقوق بشر در تهران برگزار شد، نیز فرصت دیگری بود که بتوانیم گفتگوی مستقیمی در مورد موضوعاتی که موجب نگرانی ماست با قوه قضاییه ایران داشته باشیم. از جمله این موضوعات اقدام‌های غیرقانونی حقوقی به ویژه در پرونده‌های سیاسی و محدودیت‌ها به آزار وکلا، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر بود. همکاران من در گفتگوی رو در رو با مقام‌های ایرانی مورد خانم ستوده را مطرح کردند. سازوکارهای ویژه شورای حقوق بشر نیز با مقام‌های دولتی ایران در مورد خانم ستوده وارد عمل شدند. مطمئن باشید دفتر ما این کیس را پیگیری کرده و گام‌های لازم را برخواهد داشت تا نگرانی ما در این مورد به طور خاص به مقام‌های ایرانی منتقل شود. با احترام، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر. دوستان، با توجه به اینکه به موجب این نامه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد متعهد شده پیگیر وضعیت خانم نسرین ستوده باشه، بنابراین ما تحسن خودمون رو پایان میدهیم، اما به مبارزه خودمون برای آزادی خانم ستوده و سایر زندانیان سیاسی ادامه خواهیم داد. زنده باد.